بیننده های گرامی به همه شما سلام عرض می کنیم. اهل اجادی تلویزیون سینما به خاندان شما فیض و برکت می خواهد. امروز در استودیوی ما قرار دارند کینوشینوس تیلوین قدم خوش آمدید. می خواهیم امروز اطراف فیلمی من با دختری و خوردم صحبت انجام داده باشیم. به همه ما معلوم است که این فیلم 60 سال مقدم نوار برداری شد و می خواستم از تاریخ آن همین فیلم به بیننده های تلویزیون سینما قصه کنید. نخست نمایش فیلم هنری من با دختری او خوردم 60 سال سپری شد. بله. و این فیلم یک تاریخ عجایب دارد. انا سالی 1936 در کیناستودیو ماس فیلم رژیسور گریگوری الکساندروف انا فیلم موسیقی ماساکاوی ولگا ولگا رو بناور میگیرد که در نقش اساسی انا بیوالوف ایگر الینسکی بازی میکند و پوچتالیون استریلکا Любов Орлова, Арт Душом, Сторовый кино, Бадо, Артист Халки Сермешан. Во им фильм дар тамоми 15 республика бисёр махбубияти зиёд пайдо кард, хам аз жати мазака, ва хам аз жати мусиқи. Бале. Тамоми мардум сурудуи ам фильм ам сайрудан ижро мекардан. Киностудия Сталинобуд хам ба таҳия чунин фильм даст зад, сценарий тайёр шуд, вале ин вақт мутахассисони касбиро гап кам доштем. Борис Алексеевич Кимягаров, на вака ки фильми انا دخونده با اتمام رسونده بود و با تایید فیلم دیگر بند بود. انا رهبریت ریسپولیکا رژیسور پرلشتین رو دعوت میکنن از مسکو. انا وای تجربه داشت در کیناستودیو ترکمل فیلم. عیناً در همین مضمون فیلم موسیقی ماساکاوی هله های اشیربابا رو بناور گرفته بود سال 56. انا وقتی که پرلشتین رو میبرن پرلشتین اول میآموزد عرف و حیات تاجیکانه، موسیقی ما، صنعت، رسم و رسوم، لباس پوشی همش آموخته. انا با تهیه همین فیلم سر میکند. برای فیلم آهنگسازی در کار بود که با کینو سر و کار داشته باشد. متاسفانه از آهنگسازهای ما اون سالها یکان کس با کینو سر و کار نداشت. انا بعد دعوت کردن کمپوزیتور اندری بابایف رو از مسکو برای که با فیلم آهنگو ایجاد کند. در این بین استاد میرزا ترسونزاده رو به همکاری دعوت کردن که شعرها متن شعرها استاد ترسونزاده در همراهی ال رگستون نوشته است. بله واقعا هم دیدم جمال ابرو هلالی در زیر چشمش بین هوده خوله. این طوری گفتیم 60 سال مقدم نوار برداری شد ولی تو امروز ویردی زبان هاست اگر بگویم خطا نمیکنیم. Я встретил девушку полумесяцем брось На щечке родинка и в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, Разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, Разбила сердце мне, покой взяла. Потерял ее вместе с нею любовь. На щечке родинка полумесяцем бровь. Ах, эта девушка меня с ума свела, Разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, Разбила сердце мне, покой взяла. Саид пайд бурд ки лола аз толов баромад. Бубин ва ба хиҷолат афтод. Пусть целый свет пройдут, но найду я любовь. На щечке родинка полумесяцем бровь. Ах, эта девушка меня с ума свела, Разбила сердце мне, покой взяла.
میترسم که مت میسرود را خون نکند. آه جنجال میشود. Разбило сердце мне, покой взяла. Девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. واقعاً هم این فیلمی من با دختری بخوردم نخستین فیلمی مسحکوی موسیقی توجیک است که تمام قهرمان‌های فیلم روز و نیاز خود را توسط سرود توسط موسیقی میانی هم بیان میکنند. این اولین فیلمی موسیقی مسحکوی بعد با علاوه کردن در کور است که این اولین فیلمی موسیقی مسحکوی و رنگا بود. رنگا بود که انا بار اول در کیناستودیای استالینوبول بنوار میگرفتن و دویمش باید قید کنیم که این فیلم یکی از اولین فیلم هایی بود که جایزه بین الخلقی رو صاحب شد در سال 1958 وقتی که در خطای کینه فیستیوال یکمی مملکت آسیا و افریقا برگزار میگرده. فیلم ما با دختری بخوردم در این کینه فیستیوال اشتراک کرده سزاوار جام نخرگی میگرده. این اولین جایزه سینما افغانی توجیک بود؟ بله. اگر از کشور اگر و تاریخ نظر افکنیم این اولین جایزه است، اولین جایزه که کینوسازان تاجیک گرفتند و اولین جایزه بین الخلقی بود که اینو در خطای جایزه رو سزاوار گردیده بودند و همدیار ما کامل حرمت اون وقت رئیس جوری بود در خطای یکی از اولین ها شده همین هیئت اجرایی تبریک میکنند برای جایزه اولین جایزه طوری که شما گفتید برای اولین جایزه که کینوستودیو تاجیکستان گرفت. در همین فیلم ما اکتیرونی زیاد رو میبینیم، اکتیرانی توجیک رو در نظر دارم و یکی از نقشوی مرکزی در اینجا نقشی مختار اکا است که اصلی برهانوف این نقش رو اجرا میکنند. دقت داده باشه در فیلم اکثر اکتیار رو توجیک، یکان تا اکتیار بگانه نیست، همش اکتیار کسبی توجیکستان دعوت کرده گی و نقش استاد مختار که اصلی برهانوف بازی میکنه یکی از نقشوی اساسی است که نمیخواد که مثل دخترش در کروژوکی هواسکاران صنعت برآمد کند. یعنی استعداد دختر خود رو نمیخواد که سعی قلب بیاد دیگران بشنوند. از فکر به که دختر باید خانه نشین باشد و دختر باید در صحنه نرقصد سرود نخوند و با اصلی برهانوف حقیقتا میسر شده است که نقص استاد مختار رو خیلی طبیعی بازی کند. آدم حتی باور میکنه که در اصل همین آدم همین خیل است. تماشاگر به بسیار نقص قبول کردن و یکی از موفقیت های در سوی کینو نقش استاد مختار است. السلام. السلام. امروز الکه یک کس آمده بود. سنجیده رفت. تو حال به خانه شما نامده بودم. دیگر کس حقوق تفتیش کردن ندارد. این منطقه ای من. خیر من نمیدونم شما کیستید. و چرا شما اینقدر بسیارید؟ در نبودن صاحب خانه اینجا چی میکوبید؟ روید از اینجا روید. عجب نیکی. حساب کنکتان را تیسیست تفتیش میکنند. برای آنکه دخترتان چون بلبل میسراید. چی گفتید؟ روید تیستر. روی تو اینکه میری سراغ نظرم. من شکایت میکنم. من شکایت کن. شما حق نداره. من با تو نشان میدم حقوق حق نداره. حق دارم. برای این کارتان جواب میدی. پسر سلامتی رو. من اینجا برای کار اومدم نه برای استراحت. همتان برای کار میایید. من دیوانه شده است. نه من از بالایتان عرض میکنم. داشو گپ کم کن. نقش همه لولا رو سوفیا تویبویوا بازی میکند. این دوم نقش سوفیا تویبویوا. اولین نقش سال 1934 بود و در این بین دیگر از بس که کینو سویدم فعال کی نبود دیگر یک نقش بازی نکرد. این دومین نقش است در کینو است و اگر شما دقت داده باشید ابرازی خاله خال نسا و استاد مختار به یکدیگر مخالف گذاشتگی. بله. مثلا استاد مختار اگر نخواهد پیشروی دخترش نمیخواد که دخترش در خطر جوانان هرچند از یک خانواده هستند اندیشه های گوناگون دارند لیکن خاله خال نسا برعکس کوشش میکند که لولا رو از همین ورطه برارد و برادرش رو
باور میکنند که دوره دیگر شده است، زمانه دیگر شده است، یک بار چشم کشوده بینید که در دنیا چی گپ هستند. خلاصه کوشش میکنند که لولا باید به صحنه برود و همین خلان میشود. لولا در خاطر دوگانویش به صحنه برآمده، در فستیوال هنرنمایی میکند، در صحنه هنرنمایی میکند. خوش کی باشد، من قالین را میخرم. باز یگان چیزی میفروختگی نداری؟ شما کیم چه خیلی شوپانک میتابید، گاه چیزهای کهنه میخرید، گاه فال میبینید. اگر خیال کنید که بیوه بیچاره رو مسخره کرده میتوانید اشتباه میکنید. ای همسایه ها، سلیمه، زود زود اینجا بیایید. حاضر میفهمیم شما کیستید. های بدبخ شدیم. خل را جمع کردن برداشتن چی لازم؟ چی لازم نی؟ من نیاز، چایخانه چی نیاز؟ در شهر کی نیازی چایخانه چی را نمیشناسد؟ من میخواهم که لاله باز همراه ما سرودخوانی کند. برای همین هم من به نزد شما آمدم. در همین فیلم لحظه های خاطرمون خیلی زیاد هستند و در یک لحظه در همین لحظه اپیزودی ما خردسالی دلبر عمر را میبینیم. در فیلم لحظه های عجیب بسیار هستند. لحظه هایی که در خاطر تماشابین ها موندن. یک لحظه بایادم هست، همون شب روزی که فیلم رو به نوار میگرفتن، در دوشنبه در تاجیکستان عموماً چی میگذشت؟ فستیوال جوانان تیاری بود برای فستیوال عمومی جوانی در شهر مسکو. اول در تاجیکستان گذشت، از تمام ریاست‌های صنعتکارا اومدند و رژیسور همون فستیوال به اشتراک داشت، تماشا میکرد و از بین همون صنعتکاران برای فیلم با مثال گیریم نوازنده ها حافظ و رقص ها دعوت کرده بود برای صحنه های عمومی و در این بین چشمش به رقص اسپک میغلطد. میبیند که نورسو از رقص اسپک کرده است. برای بسیار عجیب بود که این خیلی رقص است. با میفهمونن تایر صابیر رژیسور دویم فیلم بود، با میفهمونن که یک رقص معمولی توجیکی است. با روبری بدی انسامبل ترانه و رقص پومیر علوم حیدر علوم علیف مسلحت کرده، یک چهار نفر پنج نفر دعوت میکنن به صحنه عمومی و این صحنه رو یکی از امو شویدون استاد خوشنظر میبالیف نقل کرده بود. این صحنه رو در کمسامولسکی اوزیرو هول کل جوانان میگن که در همونجا یک جزیره برای یک گرد دوره هولی هم هست و کم تر یک تغییر دادگی همی رقص اسپاک در همونجا به نور میگیرن. استاد خوشنظر یکی از اجرا کنندگان رقص هست، این قصه رو وای نقل کرد که با پرلشتین هم بسیار مقبول شد و همین رقص رو وارد کرد در فیلم. دویمش لحظه که شما گفتید دلبر عمر با دلبر عمر با شاید 9 ساله بود یا 10 ساله بود، دختری که کوچکک انا وای خودش هم در یکی از مصاحبه‌هاش نقل کرد که این نخستین نقش او بود. آن این نخستین نقش وی که کی میدونید که آینده دلبر قاسم دلبر عمر با یکی از اکتریسای شناخته تئاتر کینو میشود و وقتی که هم لحظه رو نشون میدید ما در دلبر عمر رو به خاطر میبریم که اولین دبیوتش من از سال 57 دور گردیده است و نهایت در این فیلم با نسل های سال های پیش میدونن که هم نقش میلیسنیر آرامبویف بازی میکند، میخائیل آرامبویف سال های 70 از تاجیکستان کوچیده میرود. شهروند، شما قایده رو ویران کردید مخترک ها؟ شما میدونید از پاسی من یک زنی شوپانوک پایده گشته است، ولی عجیب که پاجامش مردان است. نخود با پیش دروید، من باشم از پاستان میروم، شما ونمود کنید که گویو مرا نمیشناسید. مرا فهمیده؟ و نهایت باز یک لحظه عجیب از این فیلم این است که هنگام بناورگیری در همین گروه کینوناورگیری من با دختری او خوردم، حقیقتا دو جوان با دخترانی او خوردن که آینده حیاتشان را با باید پیوستن. اجرا کننده نقش اساسی لولا روزی اکابیرو با
асистенти оператор Евгений Кузин, ана актинико баста, ва иҷро кунанда нақши асоси монтёр Саид Ҷаҳон Саид Муродов бо Саудат Ҷораева ки нақши зебо бозӣ мекард, ино бахташонро ба як пайваст карда як оила иттифоқ бунёд карданд. Воқеан ҳам нақши зебо яке аз нақшҳои марказӣ аст, ҳарчанд нақши манфӣ аст ва яке аз нақшҳои марказӣ аст. Инҷа зебо нақши манфиа бозӣ мекунад. Бале. Агар диққат дода бошед, ана зебо аз ҳар ҷат духтаре ки зебо аст, ҳақиқатан истеъдод дорад, вале камтар бахилӣ дорад. Вале ботинаш зебо нест. Режиссёр мехост бо ҳамин нақши зебо он духтарҳоро нишон диҳад ки мисол нисбати дугонаҳояшон ё ки нисбати дӯстонашон кина доранд, бахилӣ доранд, намехоҳанд ки мисол вақте ки ман агар ин кор натонистам, бизор дигар кас ҳам ин кор натонад. Ва зебои Саудат Ҷораева ҳақиқатан аз ҷирояам нақшаш баромадагӣ. Агар диққат дода бошед, тамошобинон ҳар лаҳза барои ҳаракатҳо, барои муносибатҳояш механданд ё ки қарсак мезананд. Хатир ба ҷоят рав. Ой, Лола, ой, бару боги ман дар рафтот, қариб дилам кафи. О, бьёрам. Не, ташвиш накаш. Дар воқе, туро ба маҳфили қасри фарҳанг даъват накарданд? Не, чи буд? Барои сурудхонӣ, рақсидан, ту дар мактаб кам-кам суруд мехонди ку? Агар таклиф кунанд ҳам, ман намеравам. Мефаҳмам, падарат намемонад. Ӯ метавонад беташвиш бошад. من کفالت می دهم از تو هنر بیشن نمی براید. و تو امروز توریه که در بلو قید کردیم 60 سال سپری شد از تولید شدن این همین فیلم، ولی تو امروز موضوع فیلم، مندرجه فیلم مثل که کهنه نشده است و بیننده فیلم رو با یک ذوق تماشا می کند و این فیلم محبوبیت خود رو گم نکرده است. شما چی گفتید؟ از شما می پرسم ولی اینجا لاله ای مرا از کجا می شناسید؟ التیماس او را به حالش گذارید. از دختری من چی میخواهید؟ مگر در شهر دختران زیبا کمند؟ آخیر یگان کس مثل او سرود خوانده میتواند. لالا دختری مستقل است. شما چقدر میتوانید سرود خوانی اش را مان کنید؟ بگذار خودش انتخاب کند. در این باره میتوانید گپ نزنید. گوش کنید آخیر. هیچ چیز را شنیدن نمیخوام. مرا به حال بگذارید. این خطر به من چسبیدید. با اندیشه شما موفقیت اساسی این فیلم در چی بود؟ یعنی که نقطه کلمیناسیونی فیلم چی بود؟ بازیافت فیلم؟ من نقطه اساسی و بازیافت و کامیابی فیلم رو در چی میبینم؟ یکمش این که رژیسیور اختر رژیسیور کسبی بود و ҳам як силсила актёрҳоро интихоб кард ки ҳамаш актёрҳои тоҷик буданд, урфи одати мардумро медонистанд ва қариб ки ҳамаш актёрҳои касбӣ буданд. Аз Аслӣ Бурҳонов сар карда, Рӯзи Акобиров ва Саодат Ҷураев, Тоир Собиров, мана Абдулхалиқ Қосимов, баъд Самариддин Садиб, ҳамаш актёрҳои касбӣ буданд, дар театрҳо кор мекарданд. Якум бозиёфт режиссёр ҳамин ки ба актёрҳои миллӣ такя кард. Ва дуюм комёбию бозиёфти филмро дар мусиқии филма мебинам. Бастакор Андрей Бобоев ҳақиқатан бо кӯмаки Зиёдулло Шаҳидӣ ва дигар композиторон тавонист ки аз мусиқии тоҷикӣ фаровон истифода барад, зеро ки на ҳар композитор метавонад бо кино саркор дошта бошад, барои ки кино нозикиҳои худаша дорад. Вақте ки агар кадр бо мусиқӣ пайваст набошад, дар назари тамошобин тамоман дигар метобад. Марҳамат. Чистильщик я, не брать минут, вас щетки ждут. И молодым и старым нужен мой веселый труд. И молодым и старым нужен мой веселый труд. Лекин режиссер оҳангсозеро даъват кард ки ҳақиқатан аз иҷрои вазифа дар назар гузошта, яъне ки сохтани оҳанго сарпалондано баромад. Ҳам филм он костагиёи камбудие ки дар филм буд, режиссёр тавонист бо мусиқии филм ҳам костагиро пӯшонад, ҳатто тамошобин пай намебарад ки мисол инҷа нуқс буд ё онҷа нуқс буд. Ва ниҳоят ҳамон оҳангҳо, сурудҳои ҳамагон, шлягер мегӯянд ку, ҳамаш
هم سرودی دیدم جمال، هم سرودی موزدوز، هم سرودی چایخانچی نیاز، هم سرودی خاله نیسا، بعد سرودی جوانان، همه شب روز مشهور شدن. و یک چی رو قید کردن در کار که انا فیلم من با دختری رو خوردم با برنامه دهه ادبیات و صنعت خلق تاجیک سال 1357 در شهر مسکو داخل بود. هر دو فیلم دوستی من نوروزی و من با دختری رو خوردم و شایدان نخل میکنن، شایدان اون دانشجویانی که سالهای 55 در گیتیس میخوندن، من بسیر حسنوف و محمود جان ویدوف و اسکر عبدالرحمنوف و مهرمی صاحب و فاطمه غلامو اینا در برنامه های دهه تماشا میرفتن، فیلم دیدن و استاد اسکر عبدالرحمنوف نقل کرده بود که نخست نمایش این فیلم من و دختری او خوردم 13 اپریل سال 1957 در خانه کینوی شهر مسکو برپا میگردد. در زال جای نشست نبود و وقتی که تماشا بینان فیلم تماشا کردن و موسیقی گوش کردن، روزی دیگر علاکه طلبگاری زیاد آمدن که ما همی فیلم تماشا میکنیم. ماموریت مجبور شد که این فیلم گشته و برگشته در خانه کینوی شهر مسکو نمایش دهند. موسیقی در فیلم استفاده شد و سرودی که در فیلم استفاده شد بعداً چندین حافظ و سراینده های خارجی از تاجیکستان نیز سرودها ایجاد کردند و سرودها خواندند. از سراینده های مشهور سال از پولود بلبل اغلی سال کرده، بله، فیلیپ کیرکوروف، آنتون مکارسکی و دیگر این فیلم رو می سرایند و متاسفانه وقتی که معرفی میکنند در مسابقه در تلویزیون یا در یگان جشنوی کنسرتی، متاسفانه اینا بعضا سرود آذری میگویند، سرود ترکمنی معرفی میکنند و وابسته به همه هنرپیشه خلقی تاجیکستان خال احمد مجیدوف در ادبیات و صنعت یک مقاله نوشته، بسیار خواهش کرد که وزارت مدنیت، کمیته تلویزیون و رادیو، اتفاق آهنگسازان باید در یک جایگی با یکی از شبکه های مرکزی تلویزیون مسکو برآمده یک برنامه تهیه کنند و اثبات کنند، نشان دهند که این فیلم فیلم ما است. ما چه برای شما میخونم؟ جناب عالی هنگام ملاقات با ضیاییان هنوز 19 مارس سال 2008 محض به همه فیلم اشاره کرده، قید کرده بود که من برای چی میخونم؟ این جواب به همونهایی که فیلم میگویند که فیلم ترکمنی است، فیلم آذری است یا که سرود ترکمنی است، سرود آذری است. پیشوای ملت ما امام علی رحمان در این مورد میگوید: امروز در تمام قلمرو سابق دولت شوروی سرود دیدم جمال از فیلم هنری من با دختری او خوردم مشهور است که متن و آهنگ آن به قلم شاعر مشهور تاجیک میرزا تورسونزاده و بستکار آذری اندری بابایف تعلق دارند. این مثالا نمونه برجسته همکاری های علمی و ایجادی میباشند و این برد همه ماست. با فکرم جناب عالی بهترین جواب به آنهای داد است که فیلم را فیلم ترکمنی میگویند یا که فیلم آذری میگویند. خوب، در خاتمه صحبت من میخواستم بفهمم که انا همین فیلم که 60 سال مقدم نوار برداری شده بود، امروز به نسل امروز، به جوانان، به بیننده امروز چی داده میتواند؟ با جوانان، من مخصم برای جوانان تاکید کردم، یکمش که سال سال جوانان، بله، دویمش اگر دقت داده باشید به نزدیک پیشوای ملت پرزیدنت محترم امام علی رحمان با اهل علم و فرهنگ و رهبران بخورده در مورد قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم و انعنه ها برآمد مفصل کردن و اونجا یکی از مسئله لباس ملی بود اگر دقت داده باشید. و بعد برآمد جناب عالی در همه شبکه های تلویزیون، در گازت و مجله ها همه مسئله لباس ملی مونده استودن بود. این خیلی پوشیم توجه بیشتر شد، توجه زیاد شد. اگر شما فیلم دقت داده باشید، آرتیست ها از همون لوله سر کرده، بله، زیبا سر کرده، بعد آرتیست هایی که بسانه می بروین انا بهترین لباس های ملی در همین فیلم دیدن ممکن است. بله. بگذار جوان های ما تماشا کنند، نسل امروزه تماشا کنند که مثلا 60 سال پیش مردم چگونه لباس می پوشید، چه لباس ملی داشتیم، مخصوصا لباس ها برای دختران. بله. بگذار بینن، این یک نمونه خیلی خوب است. یک نمونه، یک تبلیغ نغز است و واقعا شب روز بسیار موفق است که این بله. پخش کنند در برنامه ها، بگذار جوان ها تماشا کنند. و واقعا هم ایجادی اصیل انمان ایجاد است که بعد سالها مثل که جوشیده قیام می شود و به تمام دردها دوام می بخشد. و همین فیلم من فکر می کنم که این گفته های ما رو تصدیق می کند. انمین فیلم هرچند 60 سال مقدم نوار برداری شد، امروز ما در اونجا تمام عرف و لباس پوشی همه عموما سنت های تاجیکی رو در همین فیلم می بینیم. و
و فکر میکنم که دستان در کرونی انا همین فیلم موفق شدند در افریدن انا همین فیلم. و برای شما، برای یک صحبت خیلی صمیمی تشکر میگویم، باری دیگر خوش آمدید میگویم و با بیننده های خود در همینجا خیر و خوش میکنیم. به همه شما تن صحت، خانه آباد و صلح و صلاح میخواهیم. خیر. Утром встаем сразу, мы пьем крепкий чай. Крепкий чай. Как он душист, как золотист, крепкий чай. Крепкий чай. Если с утра чаю попьешь, радостен труд, день хорош. Даже болезнь, грусть и печаль вылечит мне крепкий чай. С чаем тепло зимой, с чаем не страшной. Лучше вина веселит он сердце. Пить мы можем крепкий чай без конца. После труда сладок всегда крепкий чай. Крепкий чай. Хуже, когда любит лентяй, крепкий чай. Крепкий чай. Поле с утра, пыль и жара, здесь чайка не лучше мне. Выпью, вздохну, снова усну, дело пусть ждет, не уйдет. С чаем тепло зимой, с чаем не страшной. Лучше вина веселит он сердце. Ведь мы можем крепкий чай без конца. Утром и днем дружно мы пьем крепкий чай. Крепкий чай. Дружно с семьей пьем мы с тобой крепкий чай. Крепкий чай. Есть и другой тип среди нас, ласков и мил он сейчас. Дома сидит в страхе семья, в клетке с крылом соловья. С чаем тепло зимой, с чаем не страшной. Лучше вина веселит он сердце. Ведь мы можем крепкий чай без конца.